سال 1397 خورشیدی رو به پایان است. تقویم این سال پر از روزهایی است که به حضور مردم در عرصه مبارزه و البته اعتراض آراست است. مردمی که از تنگناهای اقتصادی، فساد و دزدی، راندخاری و ویژه بخشی ها به تنگ آمدند و تنگنای معیشت و سفره کوچک شدهشان بر آنها زندگی را سخت‌تر کرده. برخی ها میگویند اعتصاب ها، اعتراض ها و حضور مدنی مردم تنها جنبه معیشتی دارد و برخی میگویند اینها مهمترین دستاورد سیاسی و فعالیت اجتماعی ملتی است که با مبارزه بدون خشونت علیه حکومت در آستانه وقوع یکی از مهمترین گذرگاه های تاریخ خود است. آیا به راستی چنین است؟ آنچه در سال 1397 مردم در خیابان آفریدند چه نمره‌ای دارد و چگونه ارزیابی می‌شود؟ به میزگرد سیاسی شطرنج در صدای آمریکا خوش آمدید. امشب و در این برنامه و این استودیو جناب آقای دکتر علی اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در خدمتشون هستیم. از طریق ارتباط تصویری با ترکیه سرکار خانم نیلوفر غلامی از استانبول همراه ما هستند، کنشگر سیاسی و روزنامه‌نگار، و همینطور جناب آقای دکتر مهرداد حریری که از تورنتو به ما پیوستند تا در بحث امشب ما رو همراهی کنند. اجازه بدید خانم غلامی بحث امشب رو با شما شروع کنم در رابطه با مجموعه اعتراضاتی که در یک سال گذشته در ایران بوده. میدونم شما این اعتراضات و تحولات رو پیگیری کردید. اگر یک نمای کلی از تمام این 365 روزی که به هر حال در طول سال 1397 دستخوش این تحولات بودیم در اختیار من، بینندگان و سایر مهمانان بگذارید، سپاسگزار میشم. بله، ببینید بحران معیشت و اقتصاد که در اثر بیکفایتی جمهوری اسلامی در جامعه ما ایجاد شده باعث شده که اعتراضات سراسری شکل بگیره. به خصوص نقطه عطف این اعتراضات من فکر می‌کنم که اعتراضات دیماه 96 بود، اما در سال 97 ما در گوشه و کنار کشور شاهد اعتراضات مختلف، اعتصابات کارگری بودیم. مهمترین این اعتصابات و اعتراضات رو میتونیم به فولاد کارگران فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه و کارگران هپکو عراق اشاره بکنیم. با توجه به اینکه خب اعتراضات بسیار گسترده بود و برخوردهای امنیتی هم باش صورت گرفت، اما حکومت در هیچ کدوم از این به قول معروف اعتراضاتی که به وجود آمد هیچ عقب نشینی نشون نداد، هیچ دنبال راه حلی نبود و تنها ما برخورد امنیتی رو متاسفانه دیدیم. در حال حاضر که با هم صحبت می‌کنیم اسماعیل بخشی از فعالین کارگری و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در بازداشت هست، تحت شکنجه بود و وقتی که آزاد شد و افشا کرد این شکنجه ها رو دوباره دستگیر شد و در حال حاضر هم همچنان در زندان به سر میبره. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه همچون همیشه هیچ اراده ای از خودش نشون نداد برای اینکه حل بکنه این بحران ها رو و تنها و تنها با کارگران، با همه اقشار جامعه که به نوعی اعتراض کردن نسبت به شرایط نامساعدی که در جامعه هست برخورد امنیتی رو انجام داده. بسیار متشکرم خانم غلامی. آقای دکتر مهدی، شاید بعد از همین منظر معیشت وارد بشیم، چون بخش بزرگی از اعتراضاتی که در طول سال گذشته شکل گرفته اگرچه در واقع ابعادش بسیار فراتر هم رفته، اما هسته مرکزیش همین مشکلات معیشتی و گرفتاری‌های معیشتی. برای حکومت کاری داره که این گره رو باز کنه و اگر کاری نداره چرا باز نمی‌کنه؟ ببینید، جمهوری اسلامی اولا از دو جهت در این رابطه مسئله داره. یکی این هستش که کلن اینها در رابطه با مسئله اقتصاد همواره مشکل داشتن. از ابتدایی که جنگ شد، جمهوری اسلامی تأسیس شد، دوران جنگ بود و سختی های زیادی هم بود. اقتصاد البته ساختارش خود ساختار رفاهی بیشتری بود که جنبه سوسیالیستی به قول معروف بعضی ها اسم میذارن روش. بعد از جنگ دوران آقای رفسنجانی شروع شد، اینها سعی کردن به طرف خصوصی سازی و ادغام اقتصاد ایران با سطح غرب انجام بدن، با ساختارهای اقتصادی غرب، بانک جهانی و عرض کنم که غیر ذلک،
صندوق بین المللی، اینها وارد یه نوع اقتصادی شدن که به هر حال خصوصی سازی سعی کرد ساختار اقتصاد ایران رو عوض بکنه. شکاف طبقاتی شدید شد. بله. و این شکاف طبقاتی و ساختاری که به وجود اومد همچنان داره روز به روز در اقتصاد ایران بیشتر میشه. بعد از تحریم ها که بعد از جریان اتمی ایران ایجاد شد، دوباره این فشار مضاعفی بود که به اقتصاد ایران داشت تحمیل میشد. خب امید همه این بود که برجام بیاد و مسئله حل بشه و آقای روحانی بیاد و حل بشه. حداقل یه پنجره دو ساله‌ای بیشتر هم نبود. خب آقای ترامپ میاد و این برجام رو نفی میکنه، بعد الان تحریم‌های بسیار سنگینی گذاشته. بنابراین در این حال که من با خانم غلامی موافق هستم که جمهوری اسلامی کاری نکرده، میخوام اضافه بکنم که کار زیادی هم نمیتونه بکنه در ساختاری که گرفتار کرده خودشو. عمدتا بخشای البته اختلاف نظر در درون نظام در رابطه با ساختار اقتصادی همواره بوده از ابتدای انقلاب تا زمانی که آقای خمینی بود، مسلطن سعی میکرد اون اقتصاد رفاهی رو حفظ بکنه. چند بارم که اگر مثلا وقتی که آقای خامنه ای رئیس جمهور بودن، وقتی مسئله انتخاب دوره دوم پیش اومد و نخست وزیری آقای موسوی، آقای خمینی گفتن که نه، آقای موسوی میمونه. این در واقع فقط یه چیز سیاسی نبود، یه حرکت اقتصادی بود که در واقع آقای خمینی خودش که زنده بود بیشتر تو این دیدگاه اقتصادی رفاهی رو داشت. آقای خامنه‌ای که اومدن، خب دست بازار و بازاری‌ها بیشتر شد در واقع، چون به هر حال ایشون وابستگی به جناح اصولگرا بیشتر داره اقتصاد. و آقای رفسنجانی هم که قاعدتاً در دیدگاه کاملا متفاوتی داشتن با آقای موسوی، اقتصاد همینطور که عرض کردم با ساختارهای نیولیبرال جهانی به قول معروف به جلو رفت به امروز رسید که این بحران، این مشکلات هی بیشتر و بیشتر شد. بله. اقتصاد جهانی هم تا حال واقعا نتونست در 40 سال جواب بده به این شرایط فعلی. آقای دکتر حریشت، بعد از همین جا وارد بحث با شما شد که آیا راه حل عینی برای رفع مزلات بوده و حکومت هرگز از این راه حل عینی استفاده کرده؟ به هر حال بخش بزرگی از این مزلات نتیجه دزدی هایی است در ذهن مردم که انجام شده، شرکت های دولتی به بخش خصوصی وابسته به حکومت واگذار شده و بعد هم رانت ها و ویژه خاری هایی که در ایران وجود داشته که تاوانش رو نه کیسه بیت المال که کیسه خود مردم امروز داره پس میده. متشکرم جناب آقازمانی و سلام عرض می‌کنم به شما، میهمانان بسیار عزیز برنامه‌تون و مردم بسیار عزیزی که در حال تماشای این برنامه هستن. عرض کنم که مشکل ساختاری هست جناب آقازمانی. حتی اگر حکومت دلش بخواد که عناصری در حکومت بخوان مسائل رو حل بکنن، متاسفانه با ساختار جمهوری اسلامی این قابل حل نیست. عرض می‌کنم که چرا. ببینید، این سیستم ناکارآمد در درجه اول یک سیستم ایدئولوژیک. سیستم ایدئولوژیک به این معناست که به اصطلاح کسانی که توی اون ایدئولوژی هستند می توانند وارد به اصطلاح عرصه‌های تصمیم گیری بشن و تصمیم گیری کنند برای مملکت. شما نگاه کنید، تمام مدیران مملکت باید معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و تمامی به اصطلاح حتی باند جنای حاکم به آقای خامنه‌ای باشند. در نتیجه بخش بزرگی از نیروهای متخصص از تصمیم گیری برای یک جامعه 80 میلیونی با تمام موضوعات بسیار پیچیده است، از اقتصادش گرفته تا مسائل محیط زیست، این بخش بزرگ جامعه خارج می‌مونند. اجازه ندارند نه برای مجلس را بکنند، نه مدیر کل اداره‌ای بشه، نه هیچ چیزی. طبیعتاً تخصص از درون این سیستم خارج هست. متخصصین بسیار زیادی به دلیل اینکه نتونستن در اون مملکت جای به خودشون داشته باشن، به همین دلیل خارج شدن از اون مملکت. نمونه‌های بسیار زیادی رو شما می‌بینید. ایران در فرآمدها رتبه اول رو در جهان داره. بنابراین سیستم ایدئولوژیک نتوانسته است از راه حل‌های علمی و راه حل‌هایی که متخصصین ارائه می‌دهند و تجربه‌های دیگر کشورها بتونه استفاده بکنه در حل مشکلات محیط زیستی، حل مشکلات اقتصادیش و حل مشکلات اجتماعیش. در نتیجه در یک کلاف سردرگم ایدئولوژیک دست به گریبان هست که یک جامعه چند 80 میلیونی با تنوع نژادی، با تنوع زبانی، با تنوع فرهنگی و مذهبی، با مسائل بسیار پیچیده اقتصادی، هیچ گونه راه حلی رو در توانش نیست که ارائه بدهد که بتواند مملکت رو نجات بده. این عدم توانایی در حل ارائه
راه حل برای مشکلات من چیز ساختاری است جناب آقا به نظر من. بسیار از زمان ابتدای انقلاب تا به این زمان هم قابل حل نبوده به دلیل اون شکل ساختار. بسیار متشکرم، برمیگردم بهتون. اما خانم غلامی، شاید بایستی به زندگی خصوصی مردم نگاه نزدیکتری داشت، به سفره‌هاشون نگاه نزدیکتری داشت تا اون بحث معیشتی که شما در ابتدای بحث هم مطرح کردید و درک کرد. اگر به همون نیشکر هفت تپه‌ای بریم که شما بحث امشب رو با حضور خیابانی کارگران این کارخانه و واحد صنعتی بزرگ و تاریخی ایران شروع کردید و همچنین شرکت ملی فولاد اهواز، بخش‌هایی از این اعتراض‌ها عملاً برآمده از فشارهای اقتصادی است که هیچ ربطی هم به تحریم‌ها نداشته. یعنی اولا نیشگر هفت تپه و فعالیت اونها بیش از اینکه قربانی تحریم یا هر چیزی از این دست از خارج از کشور باشه، قربانی سوء مدیریت‌ها در داخل کشور بوده. کدام یک مؤثرترن، تحریم‌ها یا سوء مدیریت‌ها؟ قطعا سوء مدیریت هست. ببینید، همونطور که مهمانان برنامه هم اشاره کردن، مسئله خصوصی سازی یکی از مسائلی بود که بحران رو ایجاد کرد. بهتره بگیم خصوصی سازی نه خصولتی سازی. یعنی جمهوری اسلامی به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع و کارخانه های بزرگ رو واگذار کرد به آقازاده ها و ژن های خوب و به قول معروف فامیل ها و افرادی که آشنا بودند با مسئولین حکومتی در رده‌های مختلف. و اضافه بکنم که بسیاری از این کارخونه‌ها مثل همین کارخونه نیشکر هفت تپه با مبالغ بسیار ناچیز واگذار شدن، به خصوص کارخانه نیشکر هفت تپه به دو جوان 30 ساله واگذار شد و اینها به نام واردات و به نام حالا مواد اولیه، تهیه مواد اولیه برای کارخانه اومدن ارز دولتی دریافت کردن و این ارز دولتی رو در جاهای دیگه خرج کردن و نتیجه این شد که وضعیت کارخانه نیشکر هفت تپه که یکی از قطبهای تولیدی بود در کشور، این کارخانه قدیمی، امروز به این روزی افتاده که ما دیدیم در اعتراضات دور اول کارگران نیشکر هفت تپه که به خاطر دریافت مطالبات حقوقشون بود، 4 کارگر نیشکر به خاطر حقوق 1,200,000 تومانی خودشون دست به خودسوزی زدن و هنوز که هنوزه هیچ پاسخی داده نشده. بازنشستگان این کارخونه تجمع کردن، بارها و بارها کارگران در رده‌های مختلف کارخونه نیشکر هفت تپه در قسمت‌های تولیدی و در قسمت کشاورزی دست از کار کشیدن و اعتصاب کردن، اما هیچ پاسخی دریافت نکردن بجز برخورد امنیتی، بجز زندان و بجز شکنجه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که بشه این مسائل رو، مشکلاتی که به وجود اومده به خصوص در کارخانه نیشکر هفت تپه، کارخانه فولاد اهواز، کارخانه هپکو عراق، به هیچ عنوان بتونیم ربط بدیم به تحریم ها و تمام اینها سمت و سوی اینها نوک پیکان این مسائل به نظر من برمیگرده به جمهوری اسلامی و فساد افسارگسیخته‌ای که متاسفانه در تمام لایه‌های جمهوری اسلامی ما امروز شاهدش هست. بسیار متشکرم آقای دکتر مهدی. بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو چند سازمان یا گروه اداره میکنند، از آستان قدس رضوی بگیرید تا سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، بنیاد 15 خرداد و به حال این کارتل ها یا هلدینگ های عظیم اقتصادی. بسیاری از این مشکلات هم از همین جاها آغاز شده، یعنی کارکنان شرکت هایی که یا رقیب با این شرکت ها بودند یا به نوعی از فضای گردونه فعالیت های این هلدینگ های بزرگ خارج شدن. آیا فکر میکنید عملا بخش از اقتصاد ایران در حال خوردن بخش دیگری از اقتصاد ایران و به تبع اون پدید آمدن این مشکلات در داخل کشوره؟ در این که نظام به همچنان که گفته شد، دوستانم تکرار گفتن، ببینید ساختار اقتصادی ایران با فساد، نه تنها فساد اقتصادی بلکه فساد اجتماعی و اداری به طور شدیدی درگیره. این از ابتدای جمهوری اسلامی بوده، بخشی از این رو ما قبل از انقلاب هم ساختار اداری داشتیم ولی اصلا قابل مقایسه نیست. از اونجا که این سیستم ایدئولوژیک هم اینطور که آقای دکتر حریری فرمودن، وفاداری خیلی مهمه و هر کس که با نظام هست خودی هست، به هر حال امتیازاتی داره و امتیازاتی میگیره و فراتر از اون حق و حقوقش اگرم مثلا قانونا هم باشه رعایت میشه، ولی فردی که غیر خارج از غیر خودی هستش، بسا که حق و حقوق عادیش هم که به طبق قانون مقرر شده رعایت نمیشه. در یه همچین ساختاری به شکی نیست مشکلات هست و مشکلات هم بوده از قبل از این که مسئله تحریم ها هم حتی قبل از آقای کلینتون هم بود.
ولی خب تحریم ها اینها رو شدت میبخشه، افزون میکنه. یعنی مثل ذره بین این عضلات مدیریتی و این فسادها رو بزرگتر میکنه، تأثیرش رو بیشتر میکنه. یعنی خسارتی رو که ایجاد میکنه، یعنی مردم با همه این مسائل مشکلات درگیر بودن، همیشه هم بوده و از ابتدای انقلاب تا به حال هنوز ما دوران درخشانی نداریم که مثلا به طور بگیم که رشد اقتصادی درخشان داشتیم، به اون مفهوم که مثلا فرض بفرمایید شما نابرابری های اجتماعی کاملا محو شده باشه، اقتصاد واقعا شکوفا شده باشه، تمام اون چیزایی که آرزوهای اولیه انقلاب بود و شعارهای انقلاب بود. البته آقای روحانی اوایل اسفند به خودش نمره 19.5 داد و گفت برای نیم نمره نباید من رو متاسفانه آقای روحانی مثل که از آقای ترامپ دنبال پیروی میکنه، ایشون به خودش میده، ایشون هم مثل که به خودشون 20 داده. برمیگردم بهتون. اما آقای حریری، بخشی از اعتراضات مردم خصوصا وقتی به روستای قهدریجان و توابع مناطق گرمسیر و خشکسال کشور رو میرسیم، بحث های زیست محیطی هستند، نبود آب و مشکلاتی از این دست که بخش های بزرگی از کشورمون رو دچار مشکلات عدیده محیط زیستی کرده. این حوزه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اعتراضات کشاورزان و کسانی که معیشتشون و نانشون به زمین و آبی بسته است که حالا از بعد حادثه تقدیر یا شرایط جوی و اقلیمی نانی دیگه از اون به دست نمیاد. بله، بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید جناب آزمی. این مسائل مشکلات محیط زیستی بسیار مهم هستند و اجازه بدید بگم بخشیش رو به حال زیست بوم به اصطلاح ایران و منطقه است که دچار جنگ‌های مختلف شده بوده. یک تئوری هست که این مثلا ریزگردها به دلیل این هستش که این ویرانی در اون منطقه بوده، ساخت‌وساز نشده، درختکاری نشده و غیره و ذلک. اما بخش عمده مسائل زیست محیطی برمیگردن به اون نظام ناکارآمد و نظام مدیریتی، به دلیل ناکارآمدی مسئولان بوده، به دلیل عدم تخصصشون بوده که صرفاً بر اساس مکتبی بودن فرض می‌فرمایید که در مثلا حوزه‌های مدیریتی تصمیم می‌گرفتن و فکر می‌کردن که باید این کارا رو بکنن بدون مسائل کارشناسی، بدون اینکه نظر متخصصین به اونها اعمال بشه. به عنوان مثال صد زدن‌های بیشمار در طول دهه‌های اخیر به خصوص پس از دوران جنگ که شروع کردن صدهای مختلف زدن، خب این باعث یکی از مسائل مثلا بی‌آبی مملکت، بخش بزرگیش مربوط به اون صد زدن‌های بیشمار میشه. چرا این کار کردن؟ به دلیل اینکه فکر می‌کردن که مثلا دارن سازندگی میکنن بدون اینکه نظر متخصصین محیط زیستی رو بپرسن، بدون اینکه کار کارشناسی بکنن. بدون شک بخش بزرگی از این اعتراضات به دلیل تخریب محیط زیست بوده. در درجه اول مسئله آب، که این مسئله متاسفانه باید به چنان آزمی که حل نگیره، با این سیستم مدیریت حل نشدنی است و این مشکلات و بحرانهای محیط زیستی همچنان تعمیق خواهد شد و این اعتراضات همچنان ادامه خواهد یافت. ما در آینده ایران متاسفانه با مهاجرت‌های میلیونی مواجه خواهیم بود به دلیل اینکه بخشی آب ندارند، بخشی این ریزگردها مسئله بسیار مهمی هست. طبیعت ایران به سمت خشک شدن هست به دلیل عدم مدیریت متخصص در مورد منابع آبی و منابع طبیعی ایران، و این هرچه بیشتر در حال تعمیق شدن است. اعتراضات محیط زیستی و به اصطلاح مسائل ناشی از آن از جمله مهاجرت ها تعمیق خواهد شد و بیشتر خواهد شد. این به هیچ وجه به کاهش نیست، به دلیل اینکه تخصصی در اون مملکت وجود نداره که بتوانه تخصص دنیا و افراد کارشناسان در ایران استفاده. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر. و اگرم به خانم غلامی، بخشی از اعتراضات هم در قالب اعتصاب های مدنی شکل گرفت. رانندگان کامیون یکی از اصنافی بودند که در سال گذشته یک همبستگی ملی به تمام معنا رو در سراسر ایران به نمایش گذاشتند، کاری درخشان از مقاومت مدنی در مقابل شرایطی که حکومت در قالب وسایل و معیشت اونها به اونها تحمیل کرده است. شما در مورد وضعیت رانندگان کامیون و وانتبار در ایران بشنویم که در چندین نوبت دست به اعتصاب‌های سراسری زدند. بله، اعتصابات سراسری رانندگان کامیون و تریلی داران به نظر من یکی از اعتصابات بسیار قوی و هماهنگی بود که واقعا ضرباتی رو وارد کرد به سیستم
اقتصادی و حکومت رو میتونیم بگیم به نوعی فلج کرد و اگر ادامه پیدا میکرد این اعتصابات میتونست اثرات بسیار مثبتی بگذاره، هرچند که تا همینجا هم بسیار اثرگذار بود. یه نکته که مهم هست این که مردم بسیار همدلی نشون دادن در این اعتراضات، یعنی همه اصناف دانشجویان کارگران حمایت کردن از این اعتصاب به حق رانندگان کامیون و این رانندگان تنها خواسته‌ای که داشتن مطالباتشون بود و می‌خواستن که افزایش دستمزد داشته باشن، افزایش هزینه بار داشته باشن و خب بتونن به اون حداقل‌هایی که حقشون هست برسن. اما با اینکه در چند نوبت اعتصاب کردن، متاسفانه باز هم همچون بقیه اعتصابات و بقیه اعتراضاتی که شکل گرفت در سال 97 از سوی حکومت هیچ پاسخی داده نشد. سعی کردن راه حل‌های مقطعی بذارن و بسیاری روش‌های رو امتحان بکنن برای اینکه رانندگان رو منصرف بکنن، اما دیدیم که در چند نوبت این اعتصاب به طول انجامید و من فکر می‌کنم که به خصوص در سال آینده با شرایط معیشتی که جامعه ما باش روبرو هست، با تورمی که بر اساس آمارهای حکومتی ما باش مواجه هستیم به خصوص در بخش معیشت، و این نشون میده تمام شعارهایی که اصلاح طلبان دادن برای روی کار اومدن، اینکه ما به عقب بر نمیگردیم، وضعیت رو اصلاح میکنیم، بیایید به آقای روحانی رأی بدید تا بتونیم به شرایط بهتری دست پیدا کنیم و اون مسائل و مشکلات اقتصادی که باهاش در دوران محمود احمدی نژاد روبرو بودیم مواجه نشیم، اما دیدیم که تنها اینها هم شعارهایی بود برای اینکه مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشن و هیچ فایده‌ای نداشت. الان می‌بینیم در با اینکه مدتی هم گذشته از عمر این دولت، اما متاسفانه شرایط روز به روز داره بدتر میشه. ما با گذشت 40 سال از عمر این حکومت متاسفانه دوباره صفهای تهیه گوشت و مرغ و حتی شیر رو شاهد هستیم. درسته. و این واقعا یک شکست هست برای حکومتی که هنوز در تأمین حداقل‌های مورد نیاز شهروندان خودش اینطور با مشکل مواجه هست و اون وقت شعار میده و میخواد با تمام دنیا بجنگه، در صورتی که از تأمین نیازهای شهروندان خودش عاجز هست. متشکرم خانم غلامی. آقای دکتر مهدی، کامیوندارها در خیلی از کشورهای دنیا اعتصاب میکنن. فرانسه شاهد بارها و بارها اعتصاب رانندگان ماشینهای سنگین هست. اعتصابها در امریکا، اروپا، جاهای مختلف دنیا با یه هدفی شروع میشه، با رسیدن به اون هدف یا دسترسی به بخش از اون خواسته ها پایان میابه. آیا این اعتصابها در ایران هم چنین ساختاری رو دارن؟ و چرا سیاسی میشن؟ چرا به محض اینکه راننده کامیون برای لاستیک ماشینش به خیابون میاد انگ سیاسی میگیره؟ یه جریان پیچیده مدوری در اینجا رخ داره میده در ایران که جمهوری اسلامی خودش هم متوجه نیست، تا حدی مسببش هست. ببینید، در ساختارهای باز و دموکراتیک شما احزاب رو دارید. احزاب برای قدرت سیاسی و با قدرت سیاسی در تعامل هستند و خواستهای بخش‌های مختلف جامعه رو و بخش‌های جامعه مدنی رو سعی می‌کنند کانالیزه بکنند به طرف دولت و از دولت بخوان که این خواستهای ما هستش، ما می‌خوام اینا رو اجرا بکنیم. دولت هم با اینها در تعامل قرار می‌گیره و به اون خواستها پاسخ داده میشه. در جمهوری اسلامی شما با توجه به شکاف عظیمی که الان بین دولت و ملت رخ داده، یا به حاکمیت اگر بگیم بهتر هستش، چون ما دولت رو مثلا آقای روحانی الان میشناسیم، ولی خب یه حاکمیتی داریم در واقع دولت ما. متاسفانه مشکل جمهوری اسلامی همیشه بوده با دولت دوگانه به قول خودشون در مواجه هستن. شما در ساختاری قرار دارید که با این شکافی که رخ داده، امکان این که بخش‌های مختلف جامعه بتونن تعامل سازنده‌ای با این ساختار داشته باشن اصلا وجود نداره. و تنها راهی که در جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی این شکاف رو به صورت شکاف تهدیدآمیز خودش می‌بینه و بنابراین ملت در مقابلش قرار گرفته، هر چیزی، هر حرکتی، هر صدایی از برای این بخش تبدیل به یک تهدید سیاسی است و برای همین هم برخورد امنیتی می‌کنه. با این کارش اتفاقا یکی از کارهایی که کرده، خودشم بدونی که بدون ناخودآگاه، هر اعتصاب مشروع اقتصادی و معیشتی رو تبدیلش میکنه به یه چیز سیاسی. و بعد از طرف دیگه بخش‌های جامعه هم یاد میگیرن تنها چیزی رو که حداقل بر اساس قانون میتونن بهش بگن که آقا ما این حق رو داریم که بگیم آقا حقوقمون رو چرا نمیدین،
آیا چرا مثلا فرض بفرمایید در کارخونه این اتفاق افتاده برای ما، چرا دستمزد ما کافی نیست، چرا یعنی بخش های مختلف جامعه عملا فقط تنها راهی رو که میتونن صداشون رو بلند بکنن باز همون حوزه معیشتیه و همین رو هم جمهوری اسلامی باز به صورت تهدید میبینه، در واقع تشدید داره میکنه خودش با این برخوردهای خاص خودش، یعنی رادیکاله میکنه هرچی بیشتر پیش میریم جلو. و این منتهای اتفاق ناگواری از نظر مسئله جنبش های اجتماعی رخ میده اینجا. شما این نیروها داره میره انرژی میریزه روش بخش های مختلف جامعه که معترض هست و گرفتاری های زیاد داره، اعتراضات زیاد داره، اینها با هم هماهنگ نیست چون احزاب وجود نداره، چون به هر حال اون مسئله جنبشی شدن این جریان باید هماهنگی بین اینها باشه، بنابراین جامعه ممکنه به نقطه انفجار برسه و این از دستشون به قول معروف یه روزی خارج خواهد شد. متشکرم آقای حریری، اجازه بدید که همین بحث رو با شما مطرح کنم. اشاره کردی از ابتدای بحث در چند نوبت که ساختار غلط هست و این ساختار حکومت هست که این مشکل داره. آقای مهدی هم، آقای دکتر مهدی هم دقیقاً اشاره کردن که مسئله مردم با دولت، دولت حسن روحانی نیست بلکه با حاکمیت هست و طرف این دیگر این شکاف حاکمیت ایستاده. اینجا چه کار باید کرد؟ خود حکومت چه فکر میکنه؟ آیا ورود کسانی مانند آقای احمدی نژاد که امروز کاسه داغ‌تر از آش برای همین مردم شدن و میرن سخنرانی‌های علیه دولت میکنن تو همین فضا برای پر کردن این شکاف یا پل زدن میان مردم و دولت و ترفندی است برای فریفتن دوباره مردم؟ نمیدونم اگر که به هر حال ترفند باشه، اما یک چیز رو میدونم، اینکه به هیچ وجه اگر هم ترفند باشه کارساز نیست و کاری از دستش بر نمیاد. عرض کنم که اون شکافی رو که به درستی دکتر مهدی گفتن بین حاکمیت و مردم، این شکاف خیلی جدی است و در طول 10 سال گذشته به خصوص از 88 به این طرف خیلی بیشتر شده. بخش بزرگیش به دلیل تداوم و چند برابر شده این مسئله فساد و رانتخاری، محدود شدن منابع و در واقع به یک حد انفجار رسیدن اون شده. در این شکاف وجود داره. شما برای اینکه شکاف رو بتوانید پر بکنی باید تمامی سیاست‌های گذشته به اصطلاح عوض بشه و اصول عوض بشه، ساختار حکومت عوض بشه، اون نمای ایدئولوژی که حکومت برداشته بشه تا بلکه بتوان این شکاف رو پر کرد، که تازه اون هم جای سوال است. اما چنین ساختاری اجازه تغییرات اساسی به درون خودش نمیده. اگر میتوانست اجازه تغییرات درون خودش بده، بدون شک اون 20 سال پس از شروع اصلاحات ما در اینجا نمی بودیم که این شکاف هرچه بیشتر عمیق‌تر شده باشه و حد انفجاری رسیده باشه. بنابراین اون مکانیزم خود اصلاحی در درون این نظام متاسفانه نتوانسته کار بکنه و نتونسته اون شکاف رو پر بکنه. در نتیجه تمامی مجموعه عناصری برگردم به سوال شما که در حیطه به اصطلاح اون گفتمان این نظام قرار دارند، به هیچ وجه هیچ کاری ازشون بر نمیاد بکنن. چون به عنوان مثال احمد نژاد که مثال سایی که خودشون خب 8 سال در قدرت بوده هیچ کاری نکرده، در نتیجه اینها به هیچ وجه کارساز نیستن. مسائل بحران ایران بسیار عمیق‌تر از این مسائل حرف هاست که فردی مثل احمدی نژاد یا مشابه اون بتونن پاسخی براش داشته باشن. این نیاز به یک همبستگی ملی داره. نیروهایی که تا به حال از قدرت به دور بودن بتوانند بیان و نیروهای متخصص وارد تصمیم گیری اداری و سازمانی اون کشور بشن که در چنین چیزی در درون ما محدوده نظام جمهوری اسلامی متاسفانه امکان پذیر نیست و مطابق صحبت دکتر مهدی این فشار هرچه عمیق‌تر خواهد شد تا متاسفانه شاید به یه نقطه انفجار هم برسه. ما نمی‌دونیم. بسیار متشکرم. خانم غلامی، بخش دیگری از این اتفاقات رو خود مسئولان رسانه‌های حکومتی منتشر میکنم. ما بارها بارها شاهد گزارش هایی هستیم که خود رسانه ها از فساد، از غارت، از دزدی، از ویلاسازی های آنچنانی اینچنینی، از همین قیمت های گزاف گوشت، صادرات افراد خاص و حتی راندخاری ها منتشر میکنن. نقش رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران، یعنی رادیو تلویزیون دولتی ایران رو در این زمینه چه میبینید و فکر میکنید چرا این گزارش ها یا اشاره به فساد خودروسازان یا مسائلی از این دست این روزها در رسانه ملی مطرح میشه؟
ببینید، به هر حال اینها من فکر کنم بخش بزرگی از دستگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که بهتره بهش بگیم دستگاه پروپاگاندای نظام جمهوری اسلامی، الان دیده که در مقابل افکار عمومی به هر حال باید یک پاسخ پیدا بکنه و تا حدود زیادی انقدر همین اعتراضات گسترده شده، مجبور هستن به نظر من بخشی از این اعتراضات رو پوشش بدن، به خاطر اینکه در تمام رسانه ها پر شده و اینها دیگه قدرت انکارش رو ندارن که بکن در جامعه مشکلی وجود نداره و اینها خب به هر حال توطئه غرب هست از این حرفایی که همیشه در برخورد با مشکلات و مسائل زدن. یکی از دلایل مهمش این هست که دیگه انکار نمیتونن بکنن وجود این معضلات رو، وقتی که در تمام شهرهای ایران ما الان میبینیم که مردم به خاطر تهیه مواد اولیه برای یک وعده غذایی دچار مشکل هستن و باید ساعتها در صف بایستن، این دیگه چاره‌ای براشون باقی نمیگذاره که این اعتراضات رو به غلامی عوض میخوام شما رو متوقفتون، اما مشخصا میخوام بدونم که شاید به همین دلیل هم باشه که امام جمعه اصفهان آقای یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه شهر اصفهان اعلام میکنه که خب مردم به خیابان نیاید، ما که همه اینا رو میدونیم، تلویزیون هم که داره میگه اگر میخواهید این صدای شما به گوش ما مسئولان برسه، این صدا به گوش مسئولان رسیده، با حضور در خیابان بیخود وقت خودتون و امنیت و اینها رو به خطر نندازید، آتو هم دست بیگانگان ندید. آیا این یک جور پینگ پونگ تبلیغاتی بین مقامات و حکومت و رسانه ملی است که مردم رو واقعا سرگردان تر کنن؟ قطعا همینطور است. ببینید، در خود حکومت هم درگیری‌های داخلی بسیار زیادی وجود داره. با تمام این اتفاقات و شرایطی که به وجود اومده، می‌بینیم که اصلاح طلبان هنوز سعی دارن که این مسئله رو به هر حال به گردن دولت در سایه بندازن، به گردن اصولگراها بندازن و به جای اینکه به ریشه های این مشکل فکر بکنن، اینکه ریشه های این وضعیتی که به وجود اومده، فساد گسترده ای که هست در کجاست، تنها سعی دارن به قول معروف اینها رو به همدیگه پاس بدن و فکر کنم یکی از دلایل دیگه‌اش هم این میتونه باشه. ببینید، دستگاه صدا و سیما یا همون دستگاه پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی وابسته است به بخش اصولگرای حکومت جمهوری اسلامی، برابر این همیشه در تلاش بوده که به نوعی تقابل داشته باشه با دولت، به خصوص هنگامی که خب دولت‌های اصولگرا در سر کار هستن، برابر این طبیعی هست که بخش دیگه ای از این که انعکاس میدن اخبار رو و به نوعی حالا اعتراضات رو و وضعیت معیشت و اقتصاد رو، فکر می‌کنم به دلیل اون دعواهای درون جناحی و درون حکومتی هست که بین خودشون بر سر قدرت حاکم هست. بسیار متشکرم آقای دکتر مهدی. در همین شرایط و در همین فضا باز مشاهده این هستیم که برخی وقتا اتحاد مردمی هم شکل میگیره، از جمله اونها اعتصابات مردم بانه و شهرهای کردنشین غرب کشورمون بود در ماجراهای مربوط به خرداد ماه سال جاری خورشیدی که در پایان اون قرار داریم. در حقیقت این نوع اتفاقات و درسی که تجربه کردستان، اعتصابات سراسری بانه و ده‌ها شهر دیگه استان کردستان و همچنین کرمانشاهان به ما میده، چه چیزی رو میتونه برای سایر مردم به نمایش بگذاره؟ به هر حال ببینید، ما اگر که در جامعه هستیم، بسیار جامعه متحرکی هستش جامعه ایران. یه واقعیتی است که از ابتدای قرن تا به حال ما هر سال هر 10 سال یک بار یک بحران، یک بحران‌های اعتراضی داشتیم، جنبش‌های اعتراضی داشتیم، چه در دوران پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی. قاعدتا شدت اینها در جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه به خاطر این ابعاد معیشتی و بحران‌های ساختاری که جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست در همه زمینه‌ها، محیط زیست هستش، ادارات هستش، مدارس هستش، آموزش و پرورش هست، اینجا صحبت کردیم قبلا. ولی واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی خیلی حساس نسبت به موقعیت سیاسی خودش و برای همینم می‌بینید احزاب جدی ما در اون جامعه نداریم و سعی میکنه که اجازه نده هیچ حزبی یا گروهی یا فردی در موقعیت متشخصی پیدا بکنه که این اتحاد بین گروه‌های مختلف رو، بین بخش‌های مختلف جامعه رو، بخش‌های جامعه مدنی رو، بخش‌های سیاسی جامعه رو به وجود بیاره. بنابراین ما با یک سیستمی مواجه هستیم که انسداد سیاسی درش حاکمه و این انسداد سیاسی مهندسی میشه از طرف خود حاکمیت و برای همین هم
تظلم سیاسی نسبت به جامعه زیاده، یعنی در واقع مسئله مجازات کردن کسانی که از خط قرمزها خارج میشن به خصوص در حوزه سیاسی خیلی شدید هستش در این نظام، برای اینکه نظام خودش رو همواره در تهدید میبینه و اون ارتباط ارگانیکی که باید همیشه بین دولت و ملت باشه و مسائل با هم به طور عادی حل بشه حل نمیشه. در یه همچین موقعیتی متاسفانه برای به وجود آمده یک جنبش های سراسری با مشکل زیادی خب ما مواجه هستیم و این رو الان هم داریم تجربه میکنیم. همین، ولی در محدوده کردستان این جنبش به حالت سراسری در آمد، یعنی از شلیک به کولبران رسید به تعطیلی همه بازار، از تعطیلی بازار رسید به تعطیلی یک شهر، خیابانها و تعطیلی کل سیستم. فراموش نکنید که ناسیونالیزم کردی در منطقه هنوز قوی است. کردها با یک مشکلات خاصی مواجه هستند و همدردی و آشنایی زیادی داشتن به طور تاریخی با مسائل خودشون و همواره با در مقابل دولت مرکزی از زمان قدیم و الان، چه الان و فقط هم در ایران نیست، در ترکیه هم هستش، در سوریه هم هستش و ایران هم جلوه روزی که وقتی که عراق، کردستان عراق به وجود اومد خود در بخشای از ایران خودمون جشن گرفته شد. این به این معنی است که اینها با مشکلات آشنا هستن، اینها تفاهم داخلی از نظر ملیتی با هم دیگه بیشتر دارن و برای برابر این آسان‌تر بوده در اون حوزه. شما مثلا جرقه های این رو در قسمت آذربایجان ما هم میدیدید، البته با تحریکات آذربایجان که وقتی که آذربایجان مستقل شد سعی میکرد این کار رو بکنه. خوشبختانه این چنین چیزی رخ نداد، برای اینکه ترک های ما، آذری های ما بیشتر در ساختار جامعه ما ادغام شدن و این تفاهم و این هماهنگی که باید اونجا رخ بده رخ نداد. این جامعه موزاییک ایرانی که خودش رو تکمیل میکنه و اجازه گسستگی هم به هم نمیده. متاسفانه فقط این رو عرض بکنم، چون ساخت مسائل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که داره در کردستان رخ میده همچنان ادامه داره بله. و همواره اونجا یه منطقه داغ سیاسی خواهد. بسیار متشکرم آقای دکتر حیری، اجازه بدید از این منظر هم به ماجرا نگاه کنیم. به هر حال اتحادی که هموطنان عزیزمون در ماجرای شلیک به کولبران و بعد هم اعتصابات بانه و کردستان ارائه کردن میتونه درسی باشه برای هموطنانمون در سایر بخش‌های کشور که بتونن اینگونه با هم متحد بشن، یا نمونه دیگر چنین اتحاد سراسری که در رفتار معلمان بود در تحصن‌های 22 و 23 مهر ماه و همچنین 22 و 23 آبان ماه همین امسال که سراسر ایران و کلاس‌های درس ایران رو تعطیل کرد. جناب آزمی، این بحث بسیار بسیار مهم نیست نکته که شما بهش اشاره میکنی و دکتر مهدی هم بسیار درست پاسخ دادن به نظر من. اجازه بدید این بحث کردستان رو من هم تایید بکنم نظر دکتر مهدی رو، که اون به دلیل ناسیونالیسم کردی و مسائل قومی که دهه ها هم باشته شده یک همبستگی ملی وجود داره در کردستان ایران، در نتیجه اون به اصطلاح این هماهنگی حرکت ها رو تاثیرگذار هست درش و تشدید میکنه. اما در مورد مجموعه ایران ما شاهد سراسری شدن و هماهنگی در مورد مسائل صنفی هستیم. به دو نمونش اشاره کردید خود شما، اعتصاب معلمان و اعتصاب کامیونداران، که اعتصاب کامیونداران چون در اول بود فکر میکنم که یکی از بزرگترین با اهمیت ترین اعتصابات کارمندی کارگری پس از انقلاب بود، چون در سرتاسر ایران بسیار شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است. هنوز این جامعه بسیار متنوع که مطالبات بسیار زیادی داره، مطالبات بسیار متنوعی هم داره، هنوز دارای یک چشمانداز سیاسی و آلترناتیو سیاسی نیست و به خصوص طبقه متوسط، من اینو تاکید میکنم چون فکر میکنم خیلی اهمیت داره، داره همچنان نظارگر هست به دلیل نداشتن چشمانداز سیاسی و ترس از این که اگر که این شعله ور بشه و همه با هم جمع بشن و طبقه متوسط باید وارد خیابون‌ها هم بشه، این است که این سرنوشت این اتفاق چه خواهد شد؟ آیا مثل سوریه خواهد شد؟ آیا مثل بالکان خواهد شد؟ آیا به هدفی خواهد رسید؟ آن چشمانداز سیاسی چیست؟ عدم حضور یک آلترناتیو جدی سیاسی که اصلا به طور مشخص طرح داشته باشه و عدم وجود یک رهبری سیاسی. من رهبری سیاسی که اشاره می‌کنم فقط منظورم یک فرد نیست، یک رهبری هدایت کننده که بتونه مجموعه نیروها رو
از سنتی که در بخشی از حاکمیت بودن، از بخش مدرن و از طبقات مختلف اجتماعی بتونه یک ائتلاف گسترده ایجاد بکنه. خانم غلامی، برخی ها با توجه به اعتصابات و اعتراضاتی که کارگران در ایران انجام دادن در طول سال گذشته، گفتن که این جنبش ها جنبش های سوسیالیستی یا جنبش های کارگری یا جنبش های به هر حال طبیعتا در ساختار سیاسی شناخته شده دنیا جنبش های چپ محسوب میشن. شما چنین موضوعی رو وارد میدونید؟ از جمله اتهامات آقای اسماعیل بخشی هم که حکومت بهش وارد کرده بود این بود که وابسته به احزاب کمونیستی است. از اتهامات واهی که به آقای بخشی و بخشی از کارگران وارد شده بود. ببینید، من فکر نمی کنم که مطالبات امروز مردم و اقشار مختلف، حالا کارگران و معلمان و رانندگان، ما بتونیم اینها رو به نوعی حالا ایدئولوژیکش بکنیم یا مرتبطش بکنیم با یک ایدئولوژی یا خط فکری خاصی. ببینید، شرایطی که در ایران به وجود اومده الان بزرگترین عامل این هستش که این اعتراضات شکل گرفته. وضعیت معیشت در حال حاضر به حدی بحرانی هست که تمام گروه ها رو سوق داده به سمت و سوی اینکه اعتراض بکنن. دستمزدها ناکافی هست و همین دستمزدهای ناکافی هم میبینیم که با تأخیرهای بسیار زیاد و طولانی مدتی پرداخت میشه. ما در گوشه و کنار کشور در سال 97 مواجه بودیم با اعتراضات و اعتصاباتی که بخش بزرگیشون در اعتراض به دستمزدها و حقوقهای معوقه بود. من فکر میکنم که بزرگترین عامل همین هست و وقتی که مردم مواجه میشن با شرایط اقتصادی بسیار نابسامان و از طرف دیگه حقوق و دستمزدشون رو هم به موقع دریافت نمیکنن، همین خب عامل مهمی هست برای اینکه بیان در خیابون و مطالبات خودشون رو فریاد بزنن. و من فکر نمیکنم که این ایدئولوژی خاصی این اعتراضات پشتش باشه. تمام این اعتراضات و اعتصاباتی که ما شاهدش بودیم، بخش بزرگیش مشکلات اقتصادی و معیشتی بود و بخش دیگه ایش رو هم اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، به نظر من نبود آزادی های فردی و اجتماعی بود. ببینید، مردم از 4 دهه استبداد دینی واقعا خسته شدن، به خصوص نسل جوان امروز، به خصوص زنان که در طول این 4 دهه به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان جمهوری اسلامی بودن و هنوز هم دارن هزینه میدن و به شکل‌های مختلف هم خب برای رسیدن به حق و حقوقشون دارن مبارزه میکنن. ما میبینیم که فصل جدیدی از دی ماه 96 از اعتراض به حجاب اجباری توسط ویدا موحد گشوده میشه و پس از اون هم زنان بسیاری ادامه میدن اعتراضشون رو در قالب کمپین های مختلف، در قالب حرکت های مدنی مختلف، برای اینکه خب بتونن به حقوق برابر دست پیدا بکنن. بنابراین من فکر میکنم که مجموع مشکلاتی که در جامعه امروز ما وجود داره، چه مشکلاتی که برای کارگران هست، مشکلاتی که به هر حال دانشجویان باهاش مواجه هستن، مشکلاتی که زنان باهاش مواجه هستن، معلمان باهاش مواجه هستن، تمام اینها این حرکت های مدنی، اعتراضی و اعتصاب ها رو شکل میده. و میبینیم که مثلا در برخورد با آقای اسماعیل بخشی هم همین اتفاق میفته و ایشون رو وصل میکنن به خب گروه های کمونیستی، در صورتی که خب به خوبی مردم، همه اقشار جامعه دیدن که اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه مسائل صنفی و مسائل معیشتی بود. چطور کارگری که 6 ماه حقوق نمیگیره، 1 سال حقوق نمیگیره، میتونه زندگی بکنه و از پس هزینه های زندگیش بر بیاد و اعتراض نکنه؟ مسلماً وقتی که 1 ماه حقوق رو دریافت نکنه با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشه. بسیار متشکرم. بی نهایت ممنونم خانم غلامی. آقای دکتر مهدی، خانم غلامی اشاره کردن به دانشجویان. دانشجویان صف اول شناخت ما از جامعه یا طبقه متوسط یا جامعه توسعه طلب در همه فرهنگ‌های بشری هست. اعتراضات دانشجویی هم در ایران سابقه طولانی داره، به قبل انقلاب برمیگرده، بعد از انقلاب بسیار پررنگ بوده، در سال اخیر هم استمرار پیدا کرده. جایگاه اعتراضات دانشگاهیان و دانشجویان رو در این نقشه جغرافیای سیاسی امروز ایران چگونه می‌بینید؟ جنبش دانشجوی ایران متاسفانه بعد از جریان 99 میلادی و بعد دوباره در 88 که جنبش سبز بود، ضربه های شدیدی خورده و اون هماهنگی گسترده و سراسری خودش رو تقریبا از دست داده متاسفانه. ولی خب جنبشش زنده است، در دانشگاه ها اینا فعالیت های زیادی دارن،
ولی هیچ وقت دیگه اون حرکات مشخص و جمعی رو که ما قبلا میدیدیم به صورت گسترده انجام بدن ندارن، به خاطر سرکوب، میزان سرکوبی که به وجود اومده، نهادهای موازی که به وجود اومده. و یک چیز دیگه هم واقعیت تلخی است که هرچه جامعه ایران سرکوبگرانه تر شده، هرچه ساختارها و مشکلات کارکردی جامعه ما از نظر دانش، از نظر دانشگاه، مدرسه، عرض کنم اقتصاد، میزان خرج و مرج، خرج زندگی و غیر و ذالک، هزینه ها شده، بخش هایی که می توانستن از کشور برن رفتن. یه واقعیت تلخیه. شما 5-6 میلیون الان آدم دور دنیا دارید، بعضی از اینها به صورتی میان در کشورهای دیگه پناهنده میشن. شما این آخرین لایه‌ای رو که می بینید، این جوانی که در استرالیا هستنش مثلا، خب برنده کتابش، این نه تنها از سختی هایی که در پناهندگی در استرالیا داره میگیره، ولی چرا این آدم اصلا باید اونجا باشه؟ چرا این آدم باید در کشورهای مختلف، ما الان در از طریق مدیترانه میبینیم ما افرادمون توی دریا گم میشن، اینا چرا؟ اینا بخشهایی هستن که در واقع یک نوع امکاناتی رو دارن، اینا در واقع طبقه متوسط هستن یا حداقل آرزوی پیوستن به طبقه متوسط رو داشتن و توانمندی، یا جوان هستن یا امکانات دارن یا کسی رو در غرب میشناسن، در آشنایی در خارج، اینها سعی میکنن بیان بیرون. بخشایی که نمیتونن اونجا هستن و قاعدتا اونجا مبارزه خودشون رو ادامه میدن. بنابراین جامعه ما متاسفانه از خیلی جهات دچار این انسداد سیاسی که نظام تحمیل میکنه به بخشهای مختلف سیاسی جامعه ما، و یکی از اون بخشهای عمده قاعدتا بخش دانشجویی ما هست. بسیار متشکرم آقای حریری. آیا میشه از همین زاویه دید به طبقه متوسط یک بار دیگه نگاه کنید؟ به هر حال خط فقر امروز در ایران نزدیک به 5 میلیون تومان اعلام میشه، البته من این رقم رو به طور دقیق نمیتونم شخصا اعلام کنم. مشخصا شما به ما بفرمایید که طبقه متوسط کجا ایستاده، زیر خط فقر و امروز فقیر محسوب میشه، یا اینکه نه بالای خط فقر و نگران از اینکه به زیر خط فقر سقوط کنه، و اساسا آیا میتواند از بقیه بخش های جامعه، خصوصا گروه بزرگتر جامعه که متاسفانه امروز با مشکلات معیشتی روبروست همراه بشه؟ بخش نخست سوالتون جناب آقا زمانی، فکر می‌کنم که اولا بخش طبقه متوسط کوچکتر شده، هرچه بیشتر بخش‌های پایینی این طبقه به اصطلاح فقیر و زیر خط فقر چیز پیوستن به دلیل باز ناکارآمدی حکومت در گرداندن اقتصاد کشور، این بخش کوچکتر شده و میزان زیادشون، بخششون به هر حال پیوستن به طبقه فقیر و در زیر خط فقر هستن. حرف شما کاملا درسته که نگرانی های بخش میانی و پایینی طبقه متوسط در این که حد زندگی کنونیشون رو نگاه دارن بسیار جدی است و اونها دارن هر تلاشی رو میکنن که سطح کنونی زندگیشون رو نگاه دارن و به اصطلاح سقوط نکنن و فقیرتر از این چیزی که هستند نشن. این نگرانی جدی است، مشغله میلیون ها ایرانی است که خب آقای دکتر، حکومت فعلی که آقای دکتر الان در کار هست، حکومتی که امروز وضعیت کشور رو در اختیار داره، آیا میتواند این طبقه متوسط رو از این نگرانی نجات بده، یا برای اینکه خدای نکرده در اون سراشیبی سقوط اجتماعی قرار نگیریم باید از این شرایطی که هست گذر کنیم، از این حکومت، از این ساختاری که از ابتدای برنامه شما اون رو معیوب توصیف فرمودید عبور بشه؟ بله کاملا درسته، من تا عبور از اون همطور که خودتون هم میدونید بدون یک برنامه خاص سیاسی، بدون یک آلترناتیو سیاسی، بدون وجود رهبری سیاسی و بدون هماهنگی در میان به اصطلاح الیت سیاسی ایران که بتونن دور هم جمع بشن، توانایی این رو داشته باشن که گرد هم بیان با هم دیگه صحبت بکنن، با هم دیگه همکاری بکنن که جامعه یک الگوی موفق رو ببینه تا بتونه پشت سرش را بیفته، تا جامعه تا این الگوی موفق رو نبینه همچنان به اصطلاح محتاط خواهد بود. خانم غلامی، دقایق پایانی برنامه‌مون هست. به هر حال اکت سیاسی، جدیترین اکت سیاسی و مدنی مردم ایران در سال گذشته همین حضور اعتراضیشون در قالب اعتراضات و اعتصاباتی بوده که در سراسر کشور در تمام روزهای تقویم شکل گرفته. همین اکت رو آیا فکر میکنید که میشه بهش نمره داد؟ آیا میشه؟ به هر حال این روزها خیلی داغ بود در جامعه ایران که مردم به کارنامه 40 ساله حکومت امتیاز میدادن.
آیا می شود به اکت سیاسی مردم ایران امتیاز داد امروز در ایران در یک سال گذشته؟ ببینید جامعه مدنی ایران با وجود اینکه خب 4 دهه در سرکوب و در خفقان به سر برده، اما من فکر می‌کنم که داره به سمت و سوی خیلی خوب پیش میره و جامعه پویایی هست. ببینید ما فقط در سال 97 روزهای مختلف شاهد اعتراضات و اعتصابات بودیم، شاهد حضور بازنشسته ها بودیم، شاهد حضور مالباختگان مؤسسات مالی بودیم و دیدیم که افکار عمومی به تمام اخبار و موارد فساد و همه معضلات و مشکلاتی که به نظر من در جامعه امروز ما باهاش مواجه هستیم به نوعی واکنش نشون دادن و حضور خودشون رو تا حدود بسیار خوبی نشون دادن. من نمره مشخصی نمیدم، نمیتونم نمره بدم، اما من بسیار خوب ارزیابی میکنم. اگر بخوام یک ارزیابی کلی بکنم با تمام شرایط و برخوردهای امنیتی که بوده، به نظر من جامعه ایران داره به سمت و سوی خیلی خوبی میره. من تمام این اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته، تمام این حرکت‌های مدنی، اعتراضات مدنی و مقاومت‌های مدنی رو، همه اینها رو بسیار خوب میدونم برای جامعه مدنی و فکر میکنم که اینها میتونه یک تمرین بسیار خوبی باشه برای اینکه همونطور که دوستان دیگر هم فرمودن منجر بشه به یک همبستگی ملی، برای اینکه یک بار برای همیشه ما از این شرایط بحرانی که درش هستیم بیرون بیایم و بتونیم یک همبستگی رو ایجاد بکنیم بین تمام اصناف مختلف، بین تمام اقشار جامعه، بین معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان و همه کسانی که به نوعی تحت تبعیض و ظلم و ستم بودن در این 40 سال، و این رو تبدیل بکنیم به یک جنبشی که از دل اون واقعا دموکراسی، سکولاریسم و یک حکومت مبتنی بر حقوق بشر بتونه بیرون بیاد. ممنونم خانم غلامی. آقای دکتر مهدی، آقای دکتر خانم غلامی گفتن که نمیتونن نمره بدن، ولی شما سالهاست در مقام یک استاد دانشگاه نمره دادید. اگر شما بخواید کارنامه فعالیت و اکت سیاسی مردم ایران رو بررسی کنید در یکی دو دقیقه خیلی کوتاه. نمره دادن کار اشتباهیه، به عنوان معلمی رو میگم اشتباه است، برای اینکه اینجور چیزا خیلی کار سختی است. ولی من هم موافق هستم که جامعه ایران پویایی زیادی داره. جامعه مدنی ایران به هر حال در این 40 سال مقاومت خودش رو انجام داده و همچنان ادامه خواهد داد. من فکر میکنم صدای این مقاومت به گوش رهبری حاکمیت رسیده. فرمانی رو که آقای آیت الله خامنه ای دو سه هفته پیش به آقای لاریجانی داده بودن که تغییراتی بدن، جای تأسف فقط این هستش که این گونه تغییرات اغلب باز دوباره از بر همون راه و بر همون اساس قدیم داره حرکت میکنه، مخفیانه است، آشکار نیست، شفاف نیست و بعد هم اصلا ساختاری نیست. بیشتر باز به قول شما ترفندی رو به کار بردن. همه رژیم ها ترفند، البته ترفند لغتش شاید مثلا منفی باشه، ولی واقعا یعنی راه حل ها. راه حل ها همچنان ایدئولوژیک درون سیستمی هستش. اینها هنوز نتوانستن خارج از سیستم بیندیشند و به گونه‌ای فکر بکنن که باید یک تعامل جدی در جامعه به وجود بیاد و سعی بکنن از این جریانی که واقعا داره به صورت سیلاب‌وار پیش میره و میتونه جامعه رو با انفجاری مواجه بکنه، که همه ما بازنده خواهیم بود، بخش جامعه مدنی میتونه بازنده باشه در این انفجار اگر سازمان یافته حرکت انجام نشه. و این امیدوار هستم، من امیدوار هستم که حاکمیت حداقل این درایت سیاسی رو داشته باشه، که فهمیده باشه که الان جامعه ما در مرحله بدی قرار گرفته و برای اینکه حداقل این جامعه به صورت انتقالی، هر انتقالی که باید انجام بشه به صورت نرم و آرام باشه، که ما به لیبی و سوریه و نمیدونم غیر و زالک نکشیم، و امیدوار هستم چنین چیزی رخ بده. ولی این عقلانیت لزوم یک عقلانیت جمعی داره، نه یک عقلانیت فردی. بسیار ممنونم آقای دکتر. اجازه بدید همین عقلانیتی که شما بهش امید دارید رو محمل آخرین سوال بکنم از حضور جناب آقای دکتر حریری. آقای دکتر حریری، آیا شما چنین امیدی رو دارید؟ آیا واقعا فکر میکنید که حاکمیت چنین عقلانیتی رو از خودش نشان داده در 40 سال گذشته و میشه به چنین عقلانیتی امید داشت؟ اگر بخواهم صادقانه پاسخ شما رو بگم، باید با نهایت تأسف بگم که خیلی امیدوارم من اشتباه بکنم، اما تا به حال چنین چیزی رو ندیدم. اون قدرتی که روی مملکت ما چسبیده و چنبره زده و از منابعش داره استفاده میکنه، اون قدرت به این سودی، به این سادگی حاضر نخواهد شد که قدرت رو رها بکنه. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. دکتر مهرداد حریری، همچنین سرکار خانم نیلوفر غلامی،
و جناب آقای دکتر اکبر مهدی که در این استودیو به من افتخار دادید، استاد دانشگاه جامعه شناس که با من همراه بودید. اگر در خلال برنامه بخشی از کنشگران یا فعالان یا معترضین و معتصبین در ایران از قلم افتاد بر ما ببخشید، اما آنچه شما میکنید حتی به اندازه یک گام با ارزشترین گام در تاریخ معاصر کشورمان است. وقت خوش، خدا نگهدار. صدای آمریکاست.